زیگموند فروید، روانکاو بزرگ، گفته بود که انسان به شدت محتاج تعریف و تمجید و تحسین از جانب دیگرانه. اما آیا ممکنه تحسین و دریافت تمجید از جانب دیگران اثری کوچکتر یا بزرگتر از اونچه که ما تصور میکنیم بر ما داشته باشه؟ این پرسش رو جمعی از دانشمندان ژاپنی به سرپرستی آقای پروفسور نوریهیرو ساداتو در سال 2012 دستمایه یک پژوهش علمی کردند. این تیم علمی و تحقیقاتی 48 نفر از آدم‌ها رو وارد فضای پژوهش کردند و از اونها خواستند روی یک کیبورد الگوهای خاصی از قرار دادن همزمان انگشت‌ها رو یاد بگیرن و با سرعت حد اکثری که براشون مقدور بود انگشت‌ها رو روی کیبورد قرار بدن و دکمه‌ها رو فشار بدن در زمانی کمتر از 30 ثانیه. یعنی یک تسک، یک وظیفه، یک کار ترتیب دادند و تراشیدند و از دید مهارتی به اون نگاه کردند که در زمان کوتاه که فشار زمانی وجود داره الگوی خاصی که ساده نیست مثل دو انگشت همزمان باید یه ترتیب خاصی از انگشت ها باشه، این الگوی خاص رو یا الگوهای خاص رو طراحی کردن که انجام و اجرای اون نیاز به مهارت داشت. و بعد از اینکه آدم ها در 30 ثانیه ها این اقدام رو انجام دادند یا این چند بار انگشت هاشون رو در قالب چند پترن یا الگو روی کیبورد قرار دادند، اون 48 نفر به سه گروه 16 نفره تقسیم شد. گروه اول کسانی بودند که بلا فاصله بعد از انجام اون وظیفه یا تسک توسط یک ارزیاب مورد تحسین قرار می گرفتند، البته به صورت فردی، یعنی هر فرد جداگانه و نه به صورت جمعی، هر فرد جداگانه با ارزیاب صحبت می کرد و ارزیاب تمجید می کرد عمل او رو، اقدامی که لحظاتی پیش انجام داده بود رو. گروه دوم کسانی بودند که تحسین و تمجید رو می دیدن، یعنی تماشا می کردند که گروه دیگری داره مورد تعریف و تمجید قرار میگیره. و گروه سوم کسانی بودند که ازشون خواسته شد خودتون عملکرد خودتون رو اندازه بگیرید، ارزیابی کنید، آنالیز کنید و روی یک سری گراف هایی نمره بدید به خودتون، امتیاز بدید. اون روز اول تحقیق به پایان رسید. درست 24 ساعت بعد، یعنی فردای اون روز، تحقیق و اون برنامه مجدد تکرار شد. نتیجه جالبی که ساداتو و تیمش میگیرن اینه که جالبه با اینکه اون 48 نفر آدمهای همسطح بودن، آدمهای معمولی بودن و در روز اول عملکرد هر سه گروه به هم نزدیک بود و هیچ یک برتری خاصی در اجرای اون تسک های طراحی شده نسبت به دو گروه دیگه نداشتن، در روز دوم عملکرد گروه اول، یعنی گروهی که تحسین رو یا کامپلیمنت رو دریافت کرده بود، به طور محسوس و ملموسی بالاتر از دو گروه دیگر شد. و این تکان دهنده است، چرا که بدون اینکه عامل دیگری در میان باشه، بدون اینکه عنصر دیگری در کار باشه، صرف دریافت تحسین باعث شده بود که عملکرد ارتقا پیدا کنه. یعنی به عبارت دیگه پاداش اجتماعی، پاداش بود از جنس اجتماعی، پاداش مالی نبود، سوشال ریوارد یا پاداش اجتماعی بود اونچه افراد گروه یک دریافت کرده بودن. این سوشال ریوارد یا پاداش اجتماعی
باعث شده بود عملکردشون بره بالاتر، اما موضوع به همینجا ختم نشد. ساداتو خودش حرفی که میزنه اینه که میگه ما با بررسی هامون دریافتیم که همون منطقه‌ای با تحسین و با تمجید در مغز تحریک میشه و فعال میشه که زمانی که انسان پاداش مالی دریافت میکنه همون منطقه تحریک میشه و فعال میشه، درست همون منطقه از مغز، اونجایی که اصطلاحا بهش میگیم جسم مخطط در نوروبایولوژی اصطلاحا یا علم عصب شناسی، همون منطقه تحریک میشه. یعنی به عبارت دیگه تأثیری که پاداش اجتماعی یا تحسین بر انسان میذاره شبیه تأثیریه که پاداش مالی بر انسان میذاره. اما خب طبیعتاً پاداش اجتماعی به مراتب نسبت به پاداش مالی کم هزینه تره و البته برتری دیگری هم داره، نه تنها کم هزینه تره بلکه انسان رو شرطی هم نمی کنه نسبت به دریافت یک وجه نقد یا نسبت به دریافت یک پاداشی که به هر حال جنبه مادی یا مالی داره. از این تحقیق چه نتیجه‌ای برداشت میشه؟ اولا که یک نکته جالب اینجا وجود داره، اونم اینه که ارتقای عمل کرد فردای روز اول تحقیق، یعنی در روز دوم تحقیق، فقط به این بر نمیگشت که خب چون تحسین شده بودند یک تحریک روانشناختی روی اونها انجام شده بود. مطالعه‌ای که کردن و در مقالهشون رو منتشر کردن این جمع از دانشمندان، نتیجه گرفتن که تحسین بر تثبیت مهارت مؤثره. یا به عبارت دیگه تحسین منجر به skill consolidation میشه، مهارتی که در حال اجراست رو در وجود فرد تقویت میکنه، تحکیم میکنه، استحکام میبخشه و نهادینه میکنه. و اساسا حتی عنوان مقاله رو هم همین گذاشتن، به ویژه روی تسک هایی که اصطلاحا motor skills هستن که این در عنوان مقاله هم ذکر شده. حالا شما تصور کنید یک مدیر چه استفاده هایی میتونه از این موضوع ببره در بحث توسعه کارکنان، در ارتقای عملکرد پرسنل. یک معلم چقدر میتونه از این یافته علمی استفاده کنه با کمک تحسین و تمجید؟ یک مرکز توانبخشی چقدر میتونه استفاده بکنه، بهره ببره حقیقتا از این یافته علمی زمانی که افراد و اعضای اون در حال بازیابی توانمندی‌های فیزیکی خودشون هستن؟ طبیعتا چون این پژوهش‌های علمی صرفا انجام نمیشن که مقالاتی منتشر بشن، بلکه ما باید در عرصه اجتماعی از این دستیافته‌ها استفاده کنیم، چه در قالب والدین، چه در قالب مدیران، چه در قالب سیاستمداران. در هر حوزه اجتماعی ما میتونیم از پاداش اجتماعی به عنوان پاداشی کم هزینه که منجر به تثبیت مهارت‌های افراد و ارتقای عملکردشون میشه بهره ببریم.